دارم خدا با سلام عرض ادب بچه این جلسه میخوایم بریم و بپرزیم به تحلیل ماتریسی خرپا آقا اصلا یه سوال خیلی مهم چرا ما میایم تحلیل ما تحلیل ماتریسی خرپا رو میگیم چرا همون حرف های قبلیمون رو نمیزنیم چرا نمیریم یه برش بزنیم و تحلیل کنیم و قضیه در بیاد چرا؟ بیت میگم ما دیگه حال نداریم بریم کل خرپا هایی که رو تحلیل کنیم به جای اینکه خودمون بریم دستی اینا رو تحلیل کنیم اینا رو میدیم ماشین میدیم به کامپیوتر و و و چطوری به اینا بدیم نمیتونیم بگیم که برو از اینجا برش بزن و فلان کن نه اینا رو نمیتونیم چیکار میکنیم ما بیریم به ماشین ماتریس میدیم چطوری ماتریس میدیم میخوایم در مورد همین که چطوری ماتریس میدیم صحبت کنیم یه ماتریس مثلا چه بدونم ده در ده میدیم به ماشین یه ضرب میکنه یه جمع میکنه قضیه در میاد درست شد خب بریم آقا بریم صحبت کنیم پیت میگم اولین کاری که شما برای تحلیل ماتریس باید بکنی تحلیل ماتریس نمیشه گفت تحلیل ماتریسی خرپا باید بکنی چیه؟ باید جهت مشخص کنی یعنی چه جهتات؟ اما ما در حالت عادی چی میگفتیم؟ میگفتم مثلا آقا ما یه ایکس داریم این بری یه ای میگم توی خرپا شما برای هر عضوت باید جهت مصبت تو نشون بدی مثلا من اومدم برای این عضو جهت مصبت ما این بری برای این اوز جهت مثبت ما این برگرفت برای این عض جهت مثبت این برگرفت درسته شما دوست داشتی یه جهت دیگه بگیریم؟ ما دوشواری نداریم اصلا اصلا دوشواری نداریم خب این حل شد جهت فهمیدیم چطوریه یه حالا من میگم بیا این اوزوه رو بکن 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 بزن اینجا خب این الان اون اوزوه ما الان ما یه چیز جدیدم میخوایم بفهمیم و یاد بگیریم به اسم لاندا لاندا چیه؟ بیت میگم شما اگر لانده ایکس رو بخوای حساب کنی میای ایکس نقطه آیو و منهای x نقطه جی میکنی و تقسیم بر طول میکنی حالا یه زمانی هست لانده ویو رو میخوای همین کار رو در راستای می میکنی درست شد؟ خوب الان یکی دستش شو بلند میکنی آقا آقا مثلا نمیشه ما بیایم جی منهای آی کنیم می یا خب میشه نمی نمیشه ولی یه فرق داره ما الان جهتمون این بریه. خب اومدیم چی رو چی کردیم؟ آیومنهای منهای کردیم اگر جهت تو برعکس گرفتی جهت تو اونوری گرفتی برو و چی منهای آی درست شد؟ حالا چه ایکس چه ایکس بریم برای همه عضوای این خرپا لانداش رو به دست بیاریم که بتونیم وارد بازی تحلیل ماتریسی بشیم پس دوتا کار شد تا اینجا آقا جهت‌ها، جهت‌ها مهمه جهت ها یادت نره هر جهتی دلت میخواد نذاری چرا اینو میگم؟ چون یکی میاد اینو این جهتی میگیره و لاندا ایگره گو جهتش عوض میکنه همه چی نابود میشه یعنی مثلا یک ساعت حل تو نابود میشه با همین کار پس دقت کنیم این جهتی که اینقدر راحته گذاشتنشو یادت نره خب بریم حساب کنیم میگم آقا الان ایکس این نقطه چنده؟ مثلا میگی صفر ایکس این نقطه چنده؟ مثلا میگی آقا چهاره نگاه x چهار داره رفته جلو دیگه میگیم چی؟ میگیم صفر منهای چهار طول این از اون چنده؟ آقا سه چهار پنج دیگه طولش پنجه بیا در مورد راسته y صحبت کنیم میگم آقا راسته y چطوری میشه داسته میگم که آقا این اومده و سه تا رفته بالا اینجا چنده صفره میگیم صفره منهای سه طول شنده پنج الان لانده ایکس و ایگرک برای عضو یک ما به دست اومد بیا حالا عضوهای دیگه شروع باید کنیم برای عضوهای دیگه عضو دو عضو دو خب چطور میشه میگم چقدر پراندین چقدر بزرگ کشیدم میرم میشه چی؟ میشه آقا الان جهت اینوریه الان ایکست چنده؟ صفر ایکس اولیت چنده؟ چهار یعنی صفر رو بعد منهای چهار کنی طولت چنده؟ چهار سه پس پنجه طولت پنج شد پنج خب حالا لاندای وای دو میگم که الان ایگره چقدر رفته بالا؟ میگی که سه میگم اولیت چند بوده؟ مثلا صفر منهای سه طول چند بوده؟ پنج به همین راحتی ما لاندای ایکس و, و برای عضو یک و دو به دست داریم عضو سه چیکار کنیم؟ همین آقا هیچ چیز جدیدی نداره اما من عضو سه رو میذارم برای عهده شما که با هم جلو بریم وقتی با هم جلو بریم هم شما میفهمید دارید چیکار میکنید هم من میفهمم دارم شما میکنم چرا چون یه زمانی هست مثلا من 5 تا ویدیو میرم جلو اونم میگه خب دیگه من ویدیو ها رو دیدم پس فهمیدم نه تو ویدیو ها رو دیدی پس فهمیدی نمیشه ویدیو ها رو دیدی عضو سه رو لانداش رو اینجا برای من بنویسی لانداش که اینجا نوشتی بریم برای ویدیو بعد و یه ذره بازی رو لولش رو ببریم بالاتر یه ذره اون فتیله رو بکشیم بالاتر یا حالا مثلا فوتبالیش بگم چه بدونم از نمیدونم از میدیوم رفتیم روی ورد کلاس یه ذره لولمون اومده بریم برای ویدیو بعد امیدوارم استفاده کرده باشید خدا نگهدار